اجاسمنت بعدی خیلی دیگه کم کاربرد هستن نه اینکه که بلا استفاده باشن ولی خیلی کم پیش میاد که ازشون میخوام استفاده کنیم این یک پریویو توی مکس هست و اینم که رندرش من از رندر استفاده میکنم توی پروژه اجاسمنت کالر لوکاپ رو میزنم به من که میزنم این اجاسمنت رو برمراه ماسک میاد میدونیم و یه سری گزینه ها اینجا وجود داره lookup تیبل یا LUT ها چه چیزی هستن اینا توی تریدی مکس توی همه نرم افزار های تریدی وجود داره توی ادیت فیلم ها وجود داره و توی فتوشاپ هم هست کارشون اینه که یک سری تم آماده رنگی وجود داره که معمولا توی فیلم ها و شرکت های بزرگ که محصولاتشون رو میزنن بر اساس اونها استفاده میکنن ما اینجا داریم حالا اینجا مثلا هانر بلو رو که من بزنم فیلم های ترسناک و اگه دقت کرده باشید یه همچین حالتی رو داره یا حالا هر حالت دیگه ای رو که میتونیم تست بکنیم دونه دونه ببینیم چه تأثیر توی پروژه میذارن حالت های هستن که ما میتونیم اونها رو لود بکنیم دانلود بکنیم و توی پروژه ازشون استفاده بکنیم حتی با کاری که ادیت ویدیویی که میتونه حتی فتوشاپ انجام میده میتونید روی فیلم ها هم این افکت رو ما بزنیم ولی خب پیشنهاد نمیشه کارهای ویدیو رو روی نرم افزار فتوشاپ پیاده بکنید خب پس این الیوتیا هستن میتونید تست بکنید ببینید چه حالتی مناسب کارتون استفاده بکنید گزینه دیگه ابسترکت اگه دقت کنید آی که توی تمامی نرم افزارهای سبودی هم وجود داره دقیقا همین حالته حالا اینجا به صورت پیشفرز چند نوع رو داره من میزنم تست میکنم ببینید فیلم های قدیمی هستش دقیقا بر اساس یه سری الگوریتم های خاص یه سری شرکت های معروف اومدن یه سری تم های رنگی رو زن که توی فیلم هاشون وجود داره و اونجا ما میتونیم مقادی رو وارد بکنیم و یا اینکه حتی خودمون رو بسازیم میتونید لود بکنید و اون آی رو وارد بکنید اینجا هم همینطور هستش بس به فرمتی داری که شما میخواید کار بکنید و اینجا چند نمونه دیگرش رو هم میزنم که ببینید به چه صورتی هست خیلی خب پس در واقع میشه گفت یک جور تم رنگی هستش که روی کار میاد همین و توسط حالا ماسکش هم میتونیم مثلا فرض بکنیم من اگر بیام از رنگ مشکی استفاده بکنم به سفید توی ماسک از گرادیانت استفاده میکنم و میکشم دقت بکنید این تیکه اون محدوده فیلتر رو داره اینجا و این نیمه این نداره حالا هر جور که هر شخصی میخواد میتونه استفاده کنیم کلا تمام خلاقیت نرم افزار فتوشاپ اینه که از ابزارها چجوری با هم استفاده بکنیم چجوری با هم ترکیب بکنیم کدوم رو, رو روی کدوم قرار بدیم و غیره تمام اینا خلاقیت حساب میشه ولی ابزارهای خیلی سادی هستن پس این شد کالر لوکا به ما که ما میتونیم فرمت های خاص گرافیکی رو که طیف نو... اه, خاصی از نور و رنگ رو شامل میشه رو پیاده کنیم روی عکس اجاسمنت بعدی اینورت همون کنترل آی خودمون ببینید با یک ماسک فقط میاره هیچ تنظیمی هم نداره کسی نیازی به توضیح باشه ببینید من اگر کنترل بگیرم و آی رو بزنم همون اینورت صورت میگیره بدون ماسک ولی وقتی من به صورت اجاسمند بخوام استفاده بکنم به همراه یک ماسک میاره به حال بعضی مواقع شاید موارد معدودی پیدا بشه که یه همچنان حالتی را ما احتیاج داشته باشیم ولی من که تا به حال باش کار نکردم کسی هم ندیدم تا الان کار بکنه بسته که به نوع پروژه داره و این همون بحث خلاقیت هستش که چجوری از این ما بخوایم استفاده بکنیم نیاز به توضیح نداره فقط یه لول داره ببینیم یه همچین حالتی رو بعض وقتا شاید ترهای تبلیغاتی رو دیدید یه همچین چیزی رو داشته باشن اگر ما زیاد بکنیم به حالت طبیعی نزدیک میشه و اورجینال عکس و اگر کم بکنیم به صورت دندونه دندونه و رنج شده عکس رو در میاره که بر اساس این استپ هایی هستش که توی لول قرار داره اینم باز بحث سلیقه‌ای هستش که تو کار چه جوری اعمال بشه شولت هم سفیدترین نقطه و سیاهترین نقطه رو که در واقع میشه گفت کم نورترین نقطه و پر نورترین نقطه توی عکس رو مشخص می‌کنه اگر به سمت چپ من بیام تیره ترین جای این عکس فرزن اینجاست اگر من هایید بکنم می‌بینیم که لای این چروک پرده است و مجدد برمیگردونم روشن روشنترین نقطه عکس کجاست این محدود است اگر من هایید بکنم متوجه میشم اینجاست تا حدودی میشه گفت از این ترشول استفاده میکنیم برای اینکه نقاط خیلی روشن و تیره رو به دست بریم تا کانترست رو کنترل بکنیم ولی بدون اینکه از این ترشول هم ما بخوایم استفاده کنیم میتونیم از همون لول استفاده بکنیم اگر من آلت رو بگیرم و این گیزمو رو تعقیب بدم منطقه تیره من مشخص میشه تا اینکه بخوام هر چقدر بیام جلوتر اینجا خیلی سریع میتونم تشخیص بدم تیره ترین نقطه عکس من کجاست و اگر آلت رو هم بگیرم برگردونم دوباره روی این نقطه من کلیک می‌کنم متوجه میشم کدوم منطقه روشن ترین نقطه عکس هستش و اینطوری میتونم بعدا کنتراست رو تغییر بدن که تو سودی پیش تر میگیم چه نمونه اونجا میگیریم اینجا میگیریم و ما بقیه رو میگیم چه جوری بنشینن بین این دو تا نقطه نمونه که انتخاب میکنیم نمونه ها رو هم میتونیم توسط کالر سامپلر مشخص بکنیم که قبلا توضیحش رو دادم حالا توی سطوح پیشرفته تا حتما میگم چه ازش استفاده بکنید ولی به هر حال این ترشولد همون کار رو انجام میده و اینجا به صورت رنگی دیگی نیست فقط سیاه سفید میتونیم تشخیص بدیم مناطق خیلی روشن و تیره رو. تنظیم دیگه ای هم نداره که بخوایم ازش استفاده بکنیم و توضیحی بدیم اجاسمنت بعدی سلکتیو کالره که اگه دقت بکنید سایان مجنتا یلو بلک و طیف رنگی که بر ما داره صرفاً برای زمانی هستش که ما پرینت می‌گیریم، پلات می‌گیریم، بر حال چاپ می‌کنیم اون عکس رو می‌بینیم رنگ‌ها تا حدودی تغییر می‌کنه، حال پرینتر تنظیم نیستش نور مونیتور و رنگ‌ها ها تو مونیتور دقیق دیده نمیشه و اون چیزی که ما میخوام، حالت دیگه هست با خاطر همین یک بار که پرینت گرفتیم ایراد کار متوجه شدیم صرفاً مثلا من دیدم سبزها، اون حالتی نیست که من بخوام خب بعد میام روی حالت مثلا گرین وای میستم و اون تغییراتی که مد نظرمه رو توی گرین میدم تا موقع چاپ صحیح چاپ بشه اینها جوهر هستن در واقع چون بر اساس جوهر دیگه اونجا RGB تاثیری نداره موقع پرینت ما با پارامترهای جوهری کار میکنیم که CMYK هستم سایه مجنتا یلو بلک ببینید اگر من سایان رو تغییر بدم الان تغییر خیلی کمی توی فیلم شما می‌بینید، ولی مثلا مجنتا رو تغییر بدم دقت بکنید این محدوده تاثیر خیلی زیادی داره اگر من کم یا زیادش بکنم چرا چون قبلا ما یاد گرفتیم که مثلا اگر من توی کالر بالانس برم می‌دونید مخالف گرین مجنتا است یعنی این پارامتر اگه من اینجا برش گردونم برم توی اینجا میبینیم که اونقدر که مجنتا داره تاثیر میذاره توی مناطق گرین یکی پارامتر نمیذارم مثلا یلو یا بلک به حال این برای اصلاح رنگ توی چاپ هستش که ما میتونیم تقویت بکنیم مثلا اگر ریسیت بکنم بکنم یک دیگه بزنم ریسیت بشه یا بلو قطعا اینجا الان آبی هست و وقتی من مقادیر رو تغییر بدم دقت کنید روی آبی من آبی رو حالا تقویتتر می‌کنم، میکنم جوهر مشکی رو بیشتر میکنم و رنگ رو کم و زیاد میکنم تا اون پرینتی که میگیرم دقیقا اون چیزی باشه که مد نظر میاد کلا دو تا الگوریتم داره که ابسولوت دقیقا روی رنگ تاثیر میذاره و ریلیتیو تا حدودی وابسته به هم میکنه رنگ رو و طیف بیشتری از رنگ رو تغییر میده بر خیلی ازش استفاده نمیشه توی چاپ های حرفه ای استفاده میشه برای اینکه دقیقا اون رنگ که مد نظر کار وقتی چاپ شده اون رنگ نشده بیاین اینجا و جوهرها رو کم و زیاد بکنید رنگ ها رو کم و بکنید و تست بکنید و اون پرینتر درست جواب بده ولی معمولا اگر شما پرینتر خوبی داشته باشید و استاندارد باشه مانیتورتون هم استاندارد باشه و درست این دو تا با هم کانفیگ شده باشن و مچ شده باشن نیاز به اصلاح بعد از پرینت نیست که مجدد شما بیایید دوباره جوهر رو تغییر بدید تا درست بشه گرادیانت رمپ هم یک گرادیانت ایجاد میکنه گرادیانت رنگی که با یک Uh, ماسک هست حالا دیتر اون ما داریم که قبلا توضیح دادم دن برای دندونه دندونه شدن بین این دو تیپ یا چند تا تیپ رنگی است یا اینکه نشه این دندونه دندونگی ریورس هم که هم کنترل آی یا معکوس کردن رنگ از پارامتر دیگه ای نداره و گرادینت رو میتونیم به صورت دستی هم بذاریم اینجا به صورت ادجاستمنت هست که سری ما بهش دسترسی پیدا بکنیم این هم مشابه این چند تا که توی این ویدیو من معرفی کردم خیلی کاربرد ندارن مگر شرایطی خاص باشه که حالا انشالله توی سوته پیشرفته‌تر، اگر رسیدیم به مباحثی که واقعا نیاز بود که تکنیکای اینا رو هم بهتون میگم حتما میگم ولی خیلی کم و معدود پیش میاد که ما بخوایم از این اجاسمنت استفاده بکنیم اینجا هم باز ما میتونیم با کلیک کردن روی اون حالت های دیگه از گرادیانت رو توی کار به وجود بیاریم که بیشتر از گرادیانت توی ماسک ها استفاده میشه نه اجاسمنت باشه گزینه دیگه ای نداره که من توضیح بدم توی ویدیوهای بعدی میپردازیم به موضوعات بعدی